نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم. امروز بر کسی پوشیده نیست که جایگاه تولید و تولید کننده ی ایرانی که کالای با کیفیت و قابل رقابت می سازد باید ارتقا یابد. این ارتقا اما نیازمند داشتن عزم عبور از مشکلاتی است که سالها تولید کنندگان ایرانی با آنها دست به گریبانند. تولیداتی داریم امروز که میتونیم بگیم که در خیلی از زمینه ها خودکفا هستیم، اما از حیث اقتصادی وقتی بررسی بکنیم میبینیم که با قیمت تمام شده فعلی ما این کالا تولیدش اقتصادی نیست. اما چرا گاهی کالایی که در ایران تولید میشه گرانتر از کالایی است که در سوی دیگر از جهان ساخته و به کشورمون حمل میشه؟ سه فاکتور اصلی رو من میتونم ذکر بکنم که در قیمت تمام شده تاثیر دارن. یکی موضوع حمل و نقل هست که قیمت حمل و نقل ما به مراتب بالاتر از عرف جهانی هست. نرخ تحصیلات ما هستش که حدود اسمی 18% و رسماً بالای 23% هست. و نکته بعدی هم قیمت غیرواقعی ارز هستش که طی 4 سال ثابت مونده بود و یک باره رها شد. و از طرفی ساختار اقتصاد دولتی، کم توجهی به تحقیق و توسعه به عنوان انگاره ای قطعی در افزایش کیفیت و نیز وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب شده توانی برای تولید کننده ایرانی در رقابت با خارجی ها باقی نمونه. بخشای زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی در کشور ازش استفاده نشده و کماکان نگاه بخشی از مدیران، به خصوص در مدیران در بخش بالادستی، متوجه بازارهای خارجیه. ما نمیتونیم بخش خصوصی به تنهایی با توجه به محدودیت‌هایی که در کشور برای این نوع کسب و کارها الان وجود داره، فضای مناسبی رو ترسیم میکنه برای خودش، برای حضور تو بازار بین المللی. 19000 قانون داریم، 182000 مقرره داریم، 2100 مجوز داریم، حدود 5-6000 مجوز بین دستگاهی داریم. 4 سال از اجرای ماده 57 قانون رفع مطالبات گذشت، ما یک مجوز هم نتونستیم حذف کنیم. اقتصاد ایران به عنوان 18مین اقتصاد بزرگ جهان با وجود همه این مشکلات میتونه با توجه و همکاری مسئولان و تولید کنندگان و البته با حمایت مردم از کالای با کیفیت ملی بار دیگه در مدار رونق قرار بگیره. همه ما خواهان کالایی وطنی به شرط کیفیت و قیمت مناسب هستیم و این امر هیچ نیازی به تبلیغ نداره. تولید کنندگان و مردم از همین ابتدای سال خواهان اقدام عملی در کاهش مشکلات بانکی، افزایش ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی، مبارزه با رانت و فساد و حذف قوانین و مقررات زائد و در یک کلام رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار هستند. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.